منجت بگو از بیش و کم در این جهان چه مرده ای برخیز و بار دستان خود از بیش تیش زنده بیکر ستم با اتحاد با انقلاب فردای سرنوشت خود زنی رفت شما بینندگان عزیز. در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه می هستیم. در این برنامه با توجه خاص به مسائل کارگری و چالش‌ها و تنش‌هایی که در رابطه با برخورد دولت با مسائل کارگری و صنفی پیش میاد می‌پردازیم. با صادق کار، فعال کارگری و عضو هیئت سیاسی و اجرایی حزب چپ ایران هستیم تا در این رابطه گفتگوی داشته باشیم. درود به شما صادق کار. روز جهانی کارگر رو به شما تبریک میگم. خیلی ممنون از دعوت شما. متشکرم. به عنوان سوال اول لطفا توضیح بدید که در یک سال گذشته، یعنی از اول ماه می سال گذشته تا الان، چه تغییر قابل توجهی در وضعیت کارگران و به طور کلی حقوق بگیران و مزد بگیران اتفاق افتاده؟ بله، ابتدا من سلام عرض کنم خدمت بینندگان این برنامه و همچنین شاد باش بگم روز همبستگی طبقاتی کارگران جهان و به ویژه به کارگران عزیز ایرانی. عرضم بودون شما که والا متاسفانه یه مسئله هست که میگن سال به سال دریغ از پارسال. وضع کارگرای ایران متاسفانه به رغم اعتراضات گسترده، یعنی ایران، کارگرای ایران، و البته وقتی که میگم کارگر منظورم تمام کارگرا، کارمنده و کارکنان، هم از شاغل و بازنشسته است. فکر میکنم که کشوری در دنیا نمیشه سراغ گرفت الان تو این چند ساله که به اندازه اعتراضات کارگری واقع شده باشه، باعث بهبود وضعیت معیشت کلی و زندگی کارگرها و سایر گروه ها بشه. خب دلیلش هم خیلی روشنه. ما در واقع کارگرای ما تشکل ندارن. چند تا تشکل هم که هست زیر ضرب شدید هستن، زیر سرکوب وحشتناک. رهبراشون در زندان هستن، زندانهای طولانی. و حالا مثلا فقط توجه بکنیم که در سال گذشته بیش از 100 نفر معلم رو احضار کردن، یه عده‌ای رو مجازات کردن، زندان محکوم کردن، یه عده‌ای رو اخراج کردن، یه عده دیگر رو عرضم بودون شما جرایم نقدی کردن. خیلی اصلا رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب و جریمه کردن تو دنیا واقعا استثنائیه. و این دلیل اصلی هست، یعنی نداشتن تشکل مهمترین نقطه ضعف طبقه کارگر در ایران هست و علت اصلی این که کارگران نمیتونن رغم مبارزاتشون به خواسته هاشون برسن و زندگیشون رو بهبود پیدا کنن. در اصل هم بدتر شده، برای اینکه مثلا بحث دستمزد رو اگه نگاه کنیم امسال، باز هم دستمزد رو درست مثل سال گذشته حداقل 50% کمتر از نرخ رسمی تورم اینها به اصطلاح افزایش دادن. افزایش که البته اسمه، افزایشی صورت نگرفت. همین مقدار افزایش ناچیز همین تو همین یک ماه که از سال نگذشته بلعیده شده، چون قیمت ها رو سرسام آور به سرعت در حال افزایشه و قیمت ارز، قیمت ریال همی در مقایسه با ارزهای خارجی در حال سقوطه. خب یعنی وضع هنوز شروع نشده، بدتر شده. بنابراین الان وضع کارگرها از نظر اقتصادی بعد از این افزایش برگشته به عقب، در واقع هیچ پیشرفتی که نکرده. مثلا این
دوم که عرض کردم بد شده، فقط راجع به دستمزد نیست که بد شده، ما الان با وزیر کاری دولتی طرفیم که ارتجاعی ترین و محافظه کارترین دولتی است که تاکنون در ایران روی کار اومده. این دولت که گرچه با تظاهر به عدالت و عدالت خواهی اومده، اما هیچ دولتی در گذشته به اندازه این دولت بی عدالتی در مورد جامعه و زحمتکشان اعمال نکرده. بعد کوشیده که تمام قوانین رو، تمامنده قوانین رو که دولت های قبلی نتونستن از بین ببرن. البته لازم است که ذکر کنم که دولت های قبلی هم همه دولت های ضد کارگری بودن، منتها به اصطلاح یه مقداری کم و بیش فرق میکردن با هم، یکی بعد یکی خوبتر یکی بدتر. خوبتر که البته هیچ وقت نبود، منظورم اشتباه کردم ببخشید، ولی هیچ دولتی به اندازه این دولت حقوق نیروی کار رو مورد تعرض قرار نداده و قوانین رو که دولت های دیگه نتونستن، حالا به هر دلیلی یا هر چیزی که بوده، نتونستن ریشه کن بکنن، این دولت تقریبا ریشه کن کرده. قوانین بازنشستگی رو تغییر داده، دست حقوق بازنشستگی رو کاهش داده، عرضم حضور شما کارهای قراردادی رو رواج داده. الان 96% کارگرای ایران با قرارداد موقت حداکثر 6 ماه زندگی، یعنی 89 روزه و یعنی 3 ماه و 6 ماهه دارن کار میکنن، هیچ امنیت شغلی ندارن. و خب قانون کار و اونجایی که مربوط به همین بحث دستمزد هاست، یعنی ماده 41 قانون کار رو علنا گفتن که میخوان از بین ببرن و واگذار بکنن تعیین دستمزد سالیانه رو به از شورای عالی کار به مجلس. البته شورای عالی کار هم یک چیز توفیعی نبوده، ولی به هر حال خب یه مقداری مثلا الان وقتی که این آقای وزیر میاد این کارو میکنه، یعنی معنیش اینه که همون قانون هم یه مقداری مانع سر راه اینا ایجاد کرده تا حالا که میخوان از شرش خودشون رو راحت کنن. و خلاصه من تعرض به قانون کار فوق‌العاده گسترده بوده و خیلی قوانین رو با چراغ خاموش برداشتن، خیلی هم دارن ور میدارن با قانونی ظاهرن با کمک مجلس با حمایت رهبر. همونطور که خودتونم اشاره کردین، در طول یک سال گذشته به رغم تمام اعتراضات و اعتصاباتی که بوده، کوچکترین تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نشده. شما علت رو در چی میبینید؟ بله، عللش رو یه مقداری تو اون سال قبلتون گفتم. علتش این استش که ما با یه رژیم واقعا به شدت استثمارگر، یعنی همه رژیم های سرمایه‌داری تو دنیا استثمارگرن، منتها یه مقداری تفاوت با هم دارن از نظر شدت استثمار. حالا تو کشوری که دموکراتیک تر هستش و اتحادیه و احزاب کارگری هستن، مطبوعات آزاد، آدم ها میتونن تا یه حدودی حرفشون رو بزنن، یه مقداری مثلا شدت استثمار هم پایین تره، یه مقداری کمی البته، و وضع کارگرها و زحمتکشان بهتر البته به تبع اون دموکراسی وجود داره به هر حال. ولی در کشور ما خب این حرفا نیست، اتحادیه وجود نداره، دموکراسی وجود نداره. بعد ما با یه دولتی مواجه هستیم، یه حکومتی در واقع مواجه هستیم که استعداد عجیبی در افزایش استثمار نیروی کار داره و یه سرمایه‌داری نوکیسه راندخار که فقط چون خیلی آسون به ثروت رسیده، ثروت هایی که به دست آورده همش از راه غارته، از راه به اصطلاح موقعیت دولتی و حکومتی و رانت هست که رسیده. تمام ما سرمایه‌دار مستقل در ایران الان نداریم، جز البته کسایی که از قبل بودن، مثلا سرمایه‌دارای کوچیک، اینایی که صاحب کارگاه ها و مثلا کسب و کارهای کوچیک هستن، اینا یه بخششون، یه بخش عمدهشون خب حکومتی نیستن مسلمه، ولی سرمایه‌داری بزرگ در ایران تماما وابسته به رژیم
و اصلا به سرمایدار و سرمایه گذاری که وابسته به رژیم نباشه یا یه بخش بزرگ یا سرمایه اون عوامل رژیم رو در سرمایه گذاری خودش شریک نکنه اصلا اجازه افتتاح کارخونه و شرکت نمیدن. اینه که واقعا از این نظرم جمهوری اسلامی بی نظیره، یعنی همه چی در انحصار یک گروه معین از وابستگان به قدرت هست و اینا همی خب این شرکت های به اصطلاح تحت عنوان خصوصی سازی و مولد سازی بیشتر شرکت های دولتی و شرکت هایی که مال عموم هست اینا رو مفت و مجانی در اختیار این عوامل خودشون گذاشتن و بعدم با شرایط خیلی نازل. به همین دلیل اینها اصلا زحمت نکشیدن که یعنی کارخونهشون محصول تلاش و زحمت و این حرفا نیست، محصول استثمار مضاعف، محصول غارت، محصول این هستش که حقوق کارگر رو مثلا زیر پا بذارن. مثلا شما میگم وقتی که میگم 96% کارگرای ایران خودشون میگن قرارداد موقتن، همین به تنهایی سود سرمایدارا رو صاحبای شرکت ها رو دو برابر میکنه، همین به تنهایی. حالا در مورد اون مسئله خصوصی سازی هم که خدمتتون عرض کردم، همین چند روز پیش یکی از فکر میکنم مدیر عامل شرکت هپکو بود، شرکتی که قبلا خیلی اینو فروخته بودن و بعد قیمت مفت و بعد خیلی سرش جنجال شد، کارگرها خیلی اعتراض کردن، برگردونم و گذار کردم به تامین اجتماعی. اون مصاحبه کرده بود گفته بود که شرکت 1000 میلیاردی رو به 10 میلیون فروختن، به 10 میلیون. شما خودتون مقیاس بگیرین ببینین که مثلا این خصوصی مولد سازی تا چقدر مثلا تا این سیستم سرمایه‌داری در ایران چقدر راندخاره و چقدر به اصطلاح بی پشتوانه است. حالا اینا چون مجانی به دست آوردن ثروتشون و کارخونه هاشون رو، مثلا میخوان نیروی کارم تا اونجایی که میتونن ارزون کنن و مفت بکنن و واقعا هم سر این کار حاضر هر جنایتی بکنن که میکنن، مثلا نماینده های شرکت، رهبرای شرکت واحد، سندیکای شرکت واحد و بدون که هیچ گناهی مرتکب شده بودن الان چند سال در زندان نگه داشتن، ده ها بار اینا رو گرفتن و ول کردن، زندان های طولانی، سلامتیشون به خطر افتاده، تعداد زیادی از معلم ها رو گرفتن، تعداد زیادی از کارگرهایی که فعال بودن، تعدادی از مثلا همین چند روز پیش 30 تا از کارگرای شرکت فولاد و اهواز رو به خاطر اعتصاب اخراج کردن. اینا فشار سنگینی به نیروی کار داره میاد و هزینه فعالیت های سندیکایی به شدت بالاست و یه رژیم تمام تبهکار ما مواجه هستیم که این سرمایه‌داری در واقع دولتی و غیر دولتی تبهکار در ایران که فقط به دنبال سودافزایی هست، به دنبال استثمار هست و به دنبال فشار به مردم. اینه که خب اینا همه باعث میشه که قوانین اونجوری که میخوان تغییر بدن، فشار بیارن و امنیت شغلی رو از بین ببرن، برای اینکه بتونن هر وقت خواستن کارگر حق اعتراض نداشته باشه و وقتی که اعتراض کرد خیلی راحت بیرونش میکنن. کارگر قراردادی رو که 3 ماه هست، به محض اینکه اعتراض میکنه بعد از اینکه قراردادش تموم شد میندازن بیرون. این یه چیزی هست که خیلی رایجه، طبیعی هم هستش. حالا این عوامل هستش که واقعا باعث این فقر و فلاکت و بدبختی شده. دیروز پیروز بود نمیدونم، همین روزا خوندم که از همین روزنامه‌های خودشون که 8 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده در همین 2-3 سال اخیر، که این آقایی که همین رئیسی تبهکار که با زیر عنوان عدالت خواهی رو کار، یکی از ثمرات این دولت به اصطلاح عدالت خواه افزایش 8 میلیون جمعیت به زیر خط فقر بوده فقط در این مدت. به نظر شما راهکار چه هست؟ چه باید کرد که این اعتراضات نتیجه بخش باشه؟ اول از همه بگم تا وقتی که این رژیم هست و این به تجربه ثابت شده، تا وقتی که این رژیم هست سال به سال وضع کارگرها و زحمتکشها و مردم عادی بدتر میشه و فقیرتر میشن و درمانده تر و مستثرتر میشن.
این اول باید بگم، یعنی با وجود این رژیم هیچ چیزی بهتر نمیشه، فقط روز به روز بدتر میشه. این نکته اول. ولی حالا در این گفته به معنی این نیستش که مثلا نباید مبارزه کرد و یا مبارزه اگر مثلا بی چون بی نتیجه میمونه و کم نتیجه است نباید کرد. نه، اتفاقا اون چیزی که باعث میشه این رژیم ها رو سر جاشون بنشونن یا بفرستنشون به زباله‌دان تاریخ مبارزه است. مبارزه خیلی مهم است. به همین دلیل باید کارگرها سعی کنن مبارزهشون رو متحدانه تر برگزار کنن، خودشون رو سازمان بدن در تشکل‌های کارگری مؤثر و پایدار و با هم همبستگی نشون بدن و با همچنین با گروه های اجتماعی دیگه که از رژیم به دلایل مختلف ناراضی هستند و معترض و مخالف رژیم هستند تو زمینه هایی که امکانش هست همکاری بکنند. جنبش کارگری ایران در این سالها به رغم تمام اینکه به اصطلاح نتونسته مبارزش مانع تعرض رژیم بشه، ولی از نظر آگاهی خیلی رشد کرده. مثلا این جنبش زن زندگی آزادی که شروع شد، خب این جنبش تازه آغازش بود، هنوز برنامه نداشت، برنامه‌ای که بتونه گروه های مختلف اجتماعی رو جلب کنه. ولی این چند حدود 20 تا تشکل کارگری و تشکل دموکراتیک و مدنی بودن که با ابتکار کارگرها و با ابتکار معلمها اومدن یک منشوری رو به نام منشور 12، منشور حداقلی تشکل های مدنی و کارگری منتشر کردن که در این منشور واقعا یه برنامه ارائه دادن برای جنبش، برای رشد جنبش، یه برنامه که بتونه جنبش رو فراگیر بکنه و عده گروه های مختلف اجتماعی رو همراه بکنه. به همین دلیل اون برنامه همچنان به نظر من باید میتونه راهنمای عمل باشه، راهنمای فعالیت باشه، یعنی اون تلفیقی از مبارزه صنفی با مبارزه صنفی و مبارزه مطالباتی است اون چیزی که در اون برنامه اومده و طوری تنظیم شده که میتونه به اصطلاح خواسته های اکثریت مردم رو پوشش بده. بنابراین من فکر میکنم که مبارزات کارگری چون خلاص ثابت شده از طریق صنفی به جایی نمیرسه، باید حتما صنفی سیاسی بده بشه و راهنمای عملش هم همون منشور میتونه باشه. یعنی اون منشور در واقع همین راه رو باز کرده برای این کار. اینی که کاری نمیشه کرد فعلا جز اینکه مبارزات متحدانه تر و تشکل یابی و تا تشکل هم به وجود نیاد. حالا این رژیم جمهوری اسلامی هم که بره، اگر کارگرها متحد و سازمان یافته نباشن، رژیمی دیگه هم که بیاد رو کار ولو اینکه یه رژیم دموکراتیک باشه، همینطوری اتوماتیک خواستای کارگرها رو برآورده نمیکنه. همه جای دنیا کارگرها برای اینکه بتونن به خواستهاشون برسن باید خودشون رو متحد و متشکل بکنن و هر جا هم که کردن موفق شدن و هر حال ممکنه که به همه خواستها و آرزوهاشون نرسیده باشن، ولی تا حدود زیادی از یک حداقل از یک رفاه نسبی در کشوری که کارگرها سازمان یافته هستن بهره‌مند شدن. اینی که اهمیت زیاد هم تشکل داره، هم مبارزه همزمان هم علیه به اصطلاح فشار اقتصادی، هم علیه سیستم سیاسی حاکم بر کشور، سیستم ارتجایی ضد مردمی ضد کارگری و تقریبا شبه فاشیستی. با تشکر از شما صادق کار، فعال کارگری و عضو حزب چپ ایران، به امید دیدارها و شنیدارهای بعدی متشکرم. منم متقابلا از شما تشکر میکنم بار دیگه. با تشکر از شما بینندگان عزیز که در این برنامه با ما همراه بودید.
از خشم مادران و ناله گرسنگان، از نهره های بی امان منز بحر جان، از آتش خروش خشم پاد رهنگان، زن زندگی است، آزادی است، هر پا که پرچم زنان به دست ما، شون کن خطر از جان گذر، بر کنز سر نماد خوب و ارتجا، زن زندگی است، آزادی است، هر پا که پرچم زنان به دست ما.